اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله على محمد وآله آله الطاهرین و لا الله فی الارضین اولین وظیفه برای طالب علم که توسط شهید ثانی در مونیت المرید فی آداب المفید و المستفید بیان شده است بحث اخلاص است اول ما یجب علیه ما اخلاص و نیت الله. تعالی اخلاص در حدیث قدسی به عنوان سری از اسرار خداوندی ذکر شده است یعنی آثار اسرارآمیزی داره کسی که به درجه برسه که در اراده و نیت و اعمالش تصرف شیطانی نباشه و تصرف هوا و هوس نباشه این معلوم میشه که خودش رو وقف کرده است برای خدای متعال قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین یعنی به هر کاری که وارد میشه اول جوابی برای خدا آماده میکند فاعد له جوابا که در روایات وارد شده است این آثاری داره یک آثارش این است که از جهت فکری از جهت روحی از جهت روانی همیشه توجه به مبدع اعلا داره تا در قلبش هیچ تصرف غیر خدایی درست نشه قلب المؤمنه بین اسبعی الرحمن یقلبه کیف شاه قلب مؤمن بین دو انگشت خداست خدا هر طور که میخواهد تصرف میکند در بعضی روایات است که خدا میفرماید در قلبش مینشینم در بعضی روایات است که خدا میگد که در عقلش مینشینم این دوتا تا روایت بسیار بسیار استثنایی و عجیب است در سلوک در تهارت در تحذیب گاهی خدا فرموده است در حدیث قدسی اقوم و مقام اقله من قائم مقام عقلش میشم یعنی من تدبیر میکنم اللهم اغننی به ارادت که ان ارادتی و به تدبیر که ان تدبیری خدایا با اراده خودت اراده من بگیر و با تدبیر خودت تدبیر من بگیر اون وقت خدا میشه مدبر خدا میشه در ذهنش اونی که تعقل می کند و تصمیم میگیرد از جهت عقلانی خدا ذات لایتناها کل قدرت کل علم کل جمال بیاد در عقل انسان بشینه معصوم. معلوم میشه که میشه معصوم و قلبش هم همینطور که اللهم انی که در دهه آخر ماه مبارک رمضان این دعا رو میخونید که اللهم از اسألو که ایمانا تو باشی رو بهی قلبی تو باشی رو بشر پوست میگن تو باشی رو بهی قلبی یعنی بیای در قلب من بدون فاصله بشینی و خودت تصمیم بگیری احساسم از تو باشه عواطفم از تو باشه حب و بغزم که از قلب شروع میشه در دست تو باشه اگر این دو تا مطلب درست بشه عوالمی برای انسان در این عالم باز میشه اولین پله سیر و سلوک این است که انسان بداند اگر تکان بخورد خبرهایی هست بازم تکرار میکنم اولین پله سلوک این است که انسان بداند بفهمد درک بکند لمس بکند که اگر تکانی بخورد یک خبرهایی هست یعنی خدای مطال برای این نمازهایی که ما میخونیم که اگه معصوم بخونه به تعبیر حضرت امام مرگ میشه ما رو خلق نکرده است برای لذت های بسیار بالاتر مرحوم سید رزی گفت تمام نماز های من دوباره بخونید گفتن هیچ کس مثل شما نماز نمیخوند چرا از نو بخونیم مشهور است که وقتی اقتدای کرده بود به سید مرتضا نمازش فرادا خوند گفت برادر من احساس کردم تو در خونه هیز میغلطی گفت الله اکبر یه سوالی راجع به حیز پرسیده بودند که خیلی مشکله اون وقت بعضی مطایبه میکنم بگم باید یا زن مجتد بشه یا مجتد زن بشه تا اکامشو بدونه میگهد که تو نماز در این فکر افتادم که جواب این مسئله چی میشه ببینید نفس ناطق انسانی چقدر میتونه اطلاع پیدا بکند که بفهمد که الان این آقایی که با اون نماز میخونه در چه فکری در چه حالی است اینجوری اهل نماز بود سید رزی ولی باز گفت که نمازهای منو از نو بخونید گفتن چرا؟ گفت چون لذتهایی که در نماز داشتم میترسم خدا به من بگد که تو برای اون لذت ها نماز خوندی نه برای من اگر شما واقف بشید به ذره از عظمت حضرت حق یه الحمدلله لذتش از همه چیز بالاتر از برای شما یه لا اله الا الله لذتش از همه چیز بالاتر از برای شما خوب دقت کنید چه از میکنم وقتی که شما متوجه شدید که در محاضات شما چه ذات لایتناهاییست است اونقدر جذب شما رو میگیره اونقدر بیقراری شما رو میگیره اونقدر حیمان و قلبی به حب که متیما حیمان و قلب متیم بودن قلب شما رو میگیره که شما بالاترین آرزویتون این است که یه بار بگید لا اله الا الله و وقتی که این اذکار میگید که ذکر در واقع مطالعه جمال حضرت حق است اقم صلات الذکری علا ذکر الله اکبر شما چقدر لذت میبرید آقای بهجت میفرمودن به این مضمون میفرمودن که انسان واقع بشه به هدف خلقت این خیلی, خیلی خیلی بالاتر است بهش دست. کلامشون است مضمون کلام ایشون است یه وقت عین عبارتش رو برای شما میخونم پس بنابر این مسئله اخلاص اینه که انسان به نقطه برسد که عقلش خدا در عقلش بشینه عقوم و مقام عقله در حدیث قدسی است یا اللهم منی اثر که ایمانا تو رو به قلبی میشه اخلاص و این امر خلق و نیست نفس ناطق انسانی به این سادگی به طرف تجرد و ترکت نمی کند از اغلاق طبیعت مادی خارج نمی شود همین ایسیت می رد از لاغری تو در بند آنی که خر پروری این اولاغ نفس به این سادگی منقاد نمی شه. یک معرفت بسیار وسیعی لازم است اولا و یک عبادتی که از سر اخلاص باشه ثانی این این دوتا مرکب در این مسیر لیس الله سبحانه طریق و نیسلک الا به علم برای رسیدن به خدا در مثل شریع است راهی جز علم نیست راهی جز معرفت نیست در معرفت هم که حرکت میکنی اطلاعش این نقطه است که در روایت هست که خدا یا فهمیدم که راه برای معرفت تو عجز از معرفت توست یعنی یه بیرخته میرسه میگه که اللهم انا لا نوسی صناعا ان علیک انت که ما اصنیت علا نفسک که رسول خدا فرمود دین ما یه سیستم تربیتی داره که با اون سیستم تربیتی ما رو از خاک جدا میکنه چیست دین برخواستن از روی خاک رفته رفت از خاک جدا میشه قلبش بزرگ میشه زائقهش بزرگ میشه آمال آرزیش بزرگ میشه یه این دنیا به این بزرگی برایش میشه تنج و تضیق و بیال عرض و بروح بها یعنی اونقدر فاصله گرفته از اخلاق طبیعت مادی خدایی که میگد منو آسمان نگرفت زمین نگرفت ولیکن و سعنی قلب و عبدی المومن قلب بنده مومن من گرفت این کنایه از یه ظرفیت عظیمی است که خدای مطال میخواد بگد که من به شما دادم اینو در قبرستان دفن نکنید یه کتابی هست به نام متخالیان یه اروپایی نوشته یه عربی ترجمه کرده اسم کتاب هست متخالیان وقتی میخوای بمیری خالی بمیر یعنی اون ظرفیت ها اون قابلیت ها اون استعداد ها اون معادن انناس و معادن که معادن زهبه و الفزه اینا رو نبری با خودت در قبرستان دفن بکنی همونجا جا می نویسد که سروتمندتر نقطه دنیا قبرستان است چرا؟ برای اینکه اون استعدادها رو بردن اونجا دفن کردن خدای متعال روز قیامت سوال کند که ویل للمتففین وای بر متففین مرحوم آی اشراقی اون خطیب مشهور زمان آی بروجردی در منبر میگفت که روایت از زیل این آی آی اشتهادینه به ما میگفت که خدا روز قیامت میگرد کلکم متفف همه شما پیمانه انسانیت خودتون رو کم آوردید اون قابلیت هایی که من به شما داده بودم یه تکریم بسیار استثنایی پیام بسیار استثنایی که نفق توفیه من روحی روح انسان لب انسان است با تعابیر این دنیا, دنیا با ما خود حرف زده است دیگه چاره نیست فقط با این الفاظ باید صحبت کرد ما مفاهیم ابدی خیلی بالاتر است این است که جا بگیره در الفاظ این دنیا نفخت و فیه من روحی نفخی در کار نیست نفخ مادی یعنی یه قابلیتی که اون قابلیت مناسب با شعن لاحدی خداست در وجود شما در زمینه شما گذاشتن یعنی بخورید یعنی که میگم قدم اول برای سیر این است که بداند بفهمد لمس بکند اگر تکان بخورد خبرهایی هست معلوم علامه تباتبایی اومده بود خونه دیده بود که خانم دومش که خانم اولش که فوت کرد خیلی بهش ارادت داشت خیلی یه سال سر خاکش دفت فیلسوف اون وقت دید دی میاد میبیند که در آشپزخونه مورچه ها رو آتیش زده است گفته بود که تو مورچه ها رو آتیش میزنی ولی خانم اول من این کاره نمی کرد پرسیده بود که چه پس می کرد گفت دم در وای به مورچه ها می که برید اون مقام و خضع علکم کلوشه درش درش بسته نیست خدا نگفت سبحان الذي اسرا به محمد گفت سبحان الذي اسرا به عبدی یعنی عبودیت جوهر این هاست کنه جو عبودیت همان قدرت است العبودیت و جوهرتون کنه ربوبیه بنابراین به این درجه برسد که بتواند سر سفره فاخر بشیند قدم اولش رو شروع میکنیم بحث اخلاص است خدا رحمت کنه حضرت امام را میفرمود که فیزیک و شیمی و ریاضی استاد میخواد در اخلاق استاد نمیخواد فیزیک و شیمی و ریاضی تمرین میخواد اخلاق تمرین نمیخواد اونقدر باید به زمین بخوره بلند زمین بخوره بلند تا حبس و نفس اندر غضب داشته باشه خیلی حبس حبسون نفس این در غذب است یکی از حکما به بچهاش نصیحت میکرد میگفت نذارید صفه ها بر شما مالک بشن بچه هاش همه واسوات گفتن پدر مگه میشه صفه ها بر ما غالب بشن گفت آره شما رو عصبانی میکنه عصبانی که شدید شما دیگه مالک خودیتون نیستید اونا مالک شما هستن یکی از مراجع میگه من تصمیماتی رو که در حال غضب گرفتم الان هم دارم کفارش پرداخت میکنم انسان عالم انسانی که نقش پیغمبران رو میخواد ایفا بکنه سوانی بشه در روایت از دو چیز یه جا جمع بشه برکت داشته باشه محال برسه به برکتی که علم و حلم یه جا جمع بشه اگه از برکت دو چیز اجتماع شده ثابت کنیم حضرت فرمود برکت دو چیز اجتماع شده هیچ دو چیزی به این دو چیز نمیرسه حلم و علمی که جمع بشن یه جا و برکت داشته باشن عالم باید حلیم باشه برای عالم عیب بزرگی سی عصبانی میشه اخلاق یونان رو جناب ابن مسکویش به زبان عربی برگردونده اسمشو گذاشته تطهیر الاعراق و تحذیب الاخلاق خیلی خیلی کتاب خوبی است بخونید این رو واقعا کتاب خوبی است و یه وقتی میگن که ابن سینا وارد درس ابن مسکوی شد یک گردوی رو انداخ مقابل ابن مسکوی گفت مساحتش پیدا کن ابن مسکوه یه نسخه از تطهیر الاراق جلوش گذاشت گفت تو برای مطالعه این کتاب خیلی محتاجی محتاج تری تا من بیام مساحت این گردو رو پیدا بکنم واقعا اینجوریست اونجا یه مثالی میاره از یونانی ها که یه کشتی شکسته در گرداب بیفته امید است که به ساحل نجات برسه اما کسی که عصبانی شد اصابان شد یعنی چه؟ یعنی در مملکت بدن قوه آق... قضایه دیگه عقل نیست عقل تعطیل شد هیچ خطری مثل خطر تعطیل عقل در وجود انسان نیست هیچ ضرورتی در وجود انسان مثل عدالت اف... اخلاقی نیست عدالت اجتماعی چیزیه عدالت اخلاقی یعنی اعتدال قوای نفس اعتدال قوای نفس زمانی است که عقل حاکم باشه دیگه شهوت نه افراد داره نه تفرید دیگه غذب نه افراد داره نه تفرید غذب در حالت اعتدال میشه شجاعت شهوت در حالت اعتدال میشه افت و واهمه میشه حکمت حکمت و شجاعت و افت یه جا بشه میشه عدالت اخلاقی معلوم میشه که حاکم عقل شماست عقل آلت و بودیته همه چیز شما را همه کار شما را تمام شونه شما رو میکنه عبادت العقل ما او به رحمان بکرس به جنان ولذا هیچ جمالی برای انسان بالاتر از جمال عقل نیست از, مز... از کرامات میزای بزرگ شیرازی پرسیدن شاگردش گفت بزرگترین کمال کرامت میزای شیرازی عقلش بود جناب ابن مسکوه اونجا این مثال آورده است که اگر یک کشتی شکسته باشه به گردابم بیفته میدونید که گرداب همه چیز میشکنه کشتی هم شکسته باشه فورا فروپاشی حتمی است این کشتی ممکن است به ساحل نجات برسه اما انسانی که عصبانی میشه امید نیست به ساحل نجات برسه یعنی چه یعنی امید نیست که سالم از این دنیا خارج بشه روایت از اگر کسی از این دنیا سالم خارج بشه ملائکه تعجب میکنه که چطور از این دنیا سالم خارج شد گاهی با یه دروغ چه ثروتی درست میشه برای شما با یه دروغ اما نباید دروغ بگی باید از اون ثروت بگذری از پول گذشتی از پول گذشتی تمرین و ممارست باید شروع بشه که من چه کار بکنم که اگه میخوام تصمیم بگیرم جایی که غضب بکنم از سر شجاعت نه از جهت حاکمیت قوه قذب اونجا اخلاص داشته باشم تشفی خاطر نداشته باشم دل خونک نکنن فردا شما درس میخونید میگه این همه درس خوندن من مرجعیت رو برسم چطور به مرجعیت نرسیدم اون وقت مهالود میشه هوا شیطون هوا رو مهالود میکنه گرگ وقتی که به کسی رسید که سلاحی نداره کسی رو نداره میخواد کارشو تمام بکنه اول یک غباری از برف درست میکنه با پاهای عقب اونها کارشو شروع میکنه ولی ازا میگن که گرگ از هواهی و حالت خوشیش میاد و کار دست شما میکن. در حوزه علمیه و به ریاست گفت استاد است آن عالی جناب آیه اشتهار خیلی برای ما میخوند از شیطون صحبت میکرد گفت گفت استاد است آن عالی جناب یعنی میدونه کجا بره میدونه که اولویت این است که بره فیضیه بره حوزه علمیه چون یک نفر رو اونجا منحرف بکنه اون کار شیطون انجام میده دیگه به زحمت نمیفته دو تا شیطون به هم رسیدن شیطون بزرگ شیطون کوچیک اونها مسابقه گذاشتن گفتن که ما مسابقه بدیم در شرارت و باشه تو هم برو منم برم نتیجه رو بیاریم یه روز دو روز گذشت که برگشتم این شیطون بزرگه به شیطون کوچیکه گفت که چه کار کردی گفت رفتم به یه روستا گفتم ساعت پنج اون روستای دیگه میان بیرون شما رو وارسی بکنن که برای شما حمله بکنن حواستون باشه شما ساعت پنج بیاید بیرون نگاه کنید از اون طرف رفت اون روستا گفت اون روستا ساعت پنج میخواد که مقدمات حمله رو شروع کنه برای شما حواستون جمع باشه من خیرخواه شما هستم اون هم بیرون دیدن عجبی راست میگه عجب آدم دلسوزی بوده دو تا روستا رو انداخت جان هم مفصل کشتی شدند به شیطون بزرگو گفت بس زبان حالا آمیانه میگم بسم الله بفرما من این کاری کردم تو چه کار کردی؟ شیطون بزرگو گفت زحمت اضافی کشیدی من این کار نکردم رفتم یه دختر و پسر رو وارد به زنا کردم از زنا نسلی که متولد میشه اون میره تمام کارهایی که شما کردی تو کردی برای من انجام میده دیگه من احتیاج ندارم به این کاری که تو کردی آقای اشتاردی میفرمودند که شیطون به حوزه علمیه خیلی میاد تا جای دیگه گفت استاد است آن عالی جناب بعد میفرمود که دو صدمن من استخوان باید که بار بردارد یعنی یک تقوای بسیار استخانداری میخواد که وقتی هوا رو محالود و غبار آلود کرد نفس انسان شیطان که دنبال ریاست ریاست چقدر از علما در اثر ریاست هلاک شدند محلکه است جز مهلکات است حتی کسی که حد دست نفسه او به ریاست حد دست نفسه به ریاست یعنی برای خودش حدیث ریاست میخونه آرزو داره مقدمات درست میکنه چکار کنم که مثلا به چه خوبی داشته باشم مده خوبی داشته باشم اقبال خوبی برای من باشه همه اینها شیطانی است حضرت امام گفت هر کس گفت من من شیطان است آقای پهلوانی میگفت که آقای علامه طباطبایی منو هیچ وقت تنهایی نمیگفت اگه مجبور بوده بگد من گفت من بنده همیشه میگفت منه بنده وقت ریاست ریاست طلبی باعث میشه که تمام مسائل کلان دین رو بذاره زیر پا نعوذ بالله مثل بلعمه با او را که ازت موسی که اومد دید بازارش کساد شد و اومد نفرین بکنه بره بالا نفرین بکنه بالای کوه و اولاغ نرفت زد اولاغ کشت اون وقت چون ملا بود در صدد انتقام بر اومد و دخترها رو به عنوان فروشنده دخترهای مکشفه رو به عنوان فروشنده فرستاد داخل لشکر حضرت موسا بیس هزار جمعیت با بیماری مقاربت جنسی کشتی شدند عالم 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 عالمی که بی عمل باشه خدای متعال ادبیاتش فرق میکنه حالا من بیام در منبر مثلا خدای نکرده به کسی مثلا بگم مثلا اولاخ مثلا کل کشور اعتراض میکنه که این چه ادبیاتی خدا اینطور نیست ان الله لا یستحی من الحق ان الذين هم للتوراة ثم لم يحملوها مثل الحمار سریح فمثل او که مسئله کلب اگر ما در خطبه بیان به کسی بگیم مثلا نعوذ بالله سگ خطاب بکنیم خیلی در ادبیات ما است خیلی خیلی بد است حق نداریم چی کار بکنیم ما اما خدای متعال چندین جا ادبیات عوض کرده است اصلا این موضوعی باشه برای شما عزیزانم طلاب و معذن که شما قرآن رو که هر روز سهمی از قرآن دارید یادداشتی داشته باشید بررسی ادبیات خدا با تواف و اشخاص مختلف در قرآن مثلا با زنهای پیغمبر جوری حرف میزنه که اگر اراده دنیا رو داشته باشید به پیغمبر بگم یا شما طلاق بده برید اما به اهل بیت که میرسه این ادبیات نیست اونجا انما یرید الله لیظهر من مادرس اهل بیت و یوت حرکم این دو تا ادبیات رو نگاه کن همین اختلاف تفاوت در ادبیات نشون میده که مراد از این امراد از اهل بیت زنهای پیغمبر اونا نیستن با اونا با ادبیات دیگری حرف زده است حتی گاهی ادبیاتش با پیغمبر غز میشه ولولا ان ثبتنا کلقد کت ان ترکن الیهم شیئا قلیلا فاذا لا ازقناک ضعف الحیات و ضعف الموت یه ذره اگه قاطی بکنی به دین ما ما دو برابر در دنیا دو برابر در آخرت کتکت میزنیم عذابت میکنیم خدایی که حساست به یه ذره شیعا قلیله نه ذره میشه بعد پیغمبر دین رو بسپره به آخوندهای درباره وهابی مثلا یه مرجعیت علمی تعیین نکنه یا اینکه خدای متعال فرموده است که بلات قوله علینا بعض الاقاویل ادبیات عوض شد لاخذ نام و بالیمین سمال قطع نام و الوطین و هیچ کس از شما هم نمیتونین از دست ما بگیره چقدر ادبیات عوض شد؟ یعنی اگه بخواد ناخالصی قاطی کنه به دین ولی زاد صحبت کردن از جانب دین از جانب خدا خیلی مشکله منبر که شما میشینید حواستون جمع باشه از طرف خدا داری صحبت میکنی از طرف دین داری صحبت میکنی های بچت همیشه به مولقه میفرمود به یقینیات اکتفا بکنه به یقینیات اکتفا بکنید یا آقای مد گفت برم تبلیغ من نصیحت کن گفت خود تو رو به خدا میسپارم خدا رو هم به تو میسپارم یعنی دین خدا رو به تو میسپارم نری خرابش کنی حالا خیلی طولانی شد مطلب خواستم این رو ارزو کنم که برای اینکه این نفس ناطق انسانی اطلاع پیدا بکنه دیمی نمیشه امام تکرار میکرد خود رو نمیشود محذب شد خودرو رو نمیشود محذب شد یه وقتی ما در مدرسه محسومیه در اخلاق داشتیم شاید حدود مثلا 20 سال پیش یه اوجهی دفتم دیدم که این رو نوشته در دیوار نوشته که هر کس به جایی رسیده است از اول مواظب بوده است این تبدیل آیشداردی است بنده تکرار میکردم ایشون با خط خوب اونجا نوشته بود که هر روز نگاه بکنه هر روز برای خودش بخونه هر روز برای نفس خودش تلقیم بکنه هر کس به جایی رسیده است از اول مواظب بوده است الان یه آقای عالم مسن داره نماز شب میخونه در دوران طلبگی اینجوری بوده است یا مثلا یه عالم بزرگ میاد در سخلاق سرور ما بزرگ ما استاد ما مثلا حضرت تا الله مظاهری میشستند من نگاه میکردم و سه میخوردم که چرا اونایی که معمرینن در دست اخلاق حاضر میشن اون طلب های جوان حاضر میشن ما احتیاج داریم پیغمبر ما و عبوزر گفت ازنی منم موجه کن به جبرال گفت ازنی منم موجه کن به ابن مسعود گفت برای من قرآن بخون ابن مسعود شروع کرد یا ایوه المزمل تارسی به ان لدینا و انکاولا و و طعاما ذا و عذابا علیما گفتن دست نگردار که پیغمبر قش کرد چرا ما قش نمیکنیم معلوم میشه که به مبادی مجرده نمیخوره صحبت م... چن است میره بخوره میخوره به چن و فی قلوب اکندتون ان یقهوها وفی فی آزان هم بقرا به مبادی مجرده بخوره مثل حمام میشه که وقتی امیر المومن خوند حمام همون جفتاد مرد امیر به سعد سا سعد ابن سوان گفت ازنی منم معجزه کن معلوم میشه که یکی از عبادات بزرگ شنیدن سخنان حکمی است و چه توفیق بزرگی است که شما مجری این اراده خدا باشید یعنی یه عالم عاملی بشید تا فردا نفس شما کار بکنه آقای بروجردی میفرمود صرف میرخانه با تقوا بهتر از کفای خانه بی تغواست اینو باید با آب طلا نوشت اون کفای خانه بی تقوا فتنه درست میکنه اونها رو اسمشو گذاشتن خطبای فتنه در روایت اسمشو گذاشتن خطبای فتنه علمای فتنه اما صرف میرخانه با تقوا باید من اطلاع ندارم چه کار کنم اینجا یا عالم بزرگی بوده در یه شهری و از دنیا میره پسرش رو میگن که بیا پسرش کارو بکنه و امامه سرش میذارن وجوهات جمع میشه بلند میشه میاد مرکز علم قوم میره پیش یکی از مراجع میگه به من پول دادن من نمیدونم چی کار بکنم در اثر همین احتیاطین این به جایی رسیده بود که مشرف شده بود که به محضر حضرت ولی هست و تعجب کرده بود از استادش که پرسیده بود که این حرفا رو تو این قصهش طولانی است یه وقتی از میکنن پسر استادش یه روز گفته بود که من حال ندارم درس بخونم گفت چرا حال داری خانمت کتاب قایم کرده که نه یکی کلاس تو از کجا میدونی گفت آقایم به من میگه باشه مگه به شما نمیاد آقای من حضرت ولی هست استاد از خواب بیدار میشه چرا به قادرون تهارت مالی بله اگر کسی به این حالت به این رتبه رسید اون وقت تمام جلوات عوض میشه دنیا برایش عوض میشه شما خیال میکنه در دنیاست بدنش در دنیاست روحش اینجا نیست صاحب دنیا و عبدان معلقتن ارواح ها به اعلا روح در محل اعلا است علامه طباطبایی رو تا از سوال نمیپرسن حرف نمیزد مشغول بود ان المؤمنه لا ان شاء الله که ما هم بتونیم سهمی از این معارف داشته باشیم و خدا با فضلش با ما معامله بکنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته